مشروح اخبار رسانه های آمریکا از تهدید به حمله به ساختمان کنگره برای انتقام قتل سلیمانی خبر دادند. شبکه خبری سی بی نیوز روز چهارشنبه 6 ژانویه گزارش داد دستگاه های مراقبت و کنترل ترافیک هوایی در نیویورک تهدیدی وحشتناک را از ضبط کردند که حاوی مکالمه ای درباره حمله به ساختمان کنگره آمریکا به تلافی قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران ایران است که در 3 ژانویه سال گذشته در حمله هوایی آمریکا به قطع رسید. در همین حال فاکس نیوز به نقل از یک مقام امنیت ملی آمریکا گزارش داد که تهدید حمله به کنگره آمریکا ممکن است یک فریب باشد. در محتوای یک مکالمه صوتی که به طور انحصاری به دست شبکه خبری CBS نیوز رسیده است، آمده است که یک هواپیما روز چهارشنبه به تلافی سلیمانی به ساختمان کاپیتول کنگره حمله خواهد کرد. در گزارش CBS اس آمده است که هنوز مشخص نیست چه کسی پشت تهدید بوده است در همین حال مقام های ارشد آمریکایی معتقدند که این تهدید برای شروع یک حمله نیست اما این تهدید به عنوان اقدامی که باعث نقض در روند کار فرکانس ها و ترافیک هواپیمایی است مورد بررسی و پیگرد قانونی دارد منابع امنیتی آمریکا به سی بی اس نیوز گفتند این تهدید که به صورت دیجیتال ضبط شده روز سهشنبه به پنتاگون و سایر آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا داده شد این در حالی است که برخی کارشناسان میگویند این نفوذ نگران کننده در ترافیک هواپیمایی ممکن است بر دستور و هایی که خلبانان درباره نحوه و مکان پرواز هواپیما دریافت می‌کنند تأثیر منفی بگذارد این منابع به CBS نیوز گفتند که پیامی برای کنترل کننده های ترافیک هوایی ارسال شد تا به آنها یادآوری کند هر گونه تهدید یا خروج هواپیمایی از مسیر مقصد را فورا گزارش دهند این در حالی است که اف بی آی در این مورد هنوز توضیحی نداد اما گفته است که تمام تهدیدهایی به خشونت علیه امنیت ملی ایالات متحده را بسیار جدی میگیرد اداره هواپیمایی فدرال نیز اعلام کرد که با نهادهای مربوط به امنیت داخلی در تماس مستقیم است این تهدیدها همزمان با اظهارات اسماعیل قاعانی فرمانده نیروی قدس ایران که ایالات متحده آمریکا را تهدید به اجرای عملیات تروریستی در داخل این کشور کرده بود رخ داده است اسماعیل قاعانی جانشین سلیمانی با توجه به تشدید تنشها و به مناسبت اولین سالگرد سلیمانی گفت شهادت سلیمانی در حمله پهبادی آمریکا تهران را از مقاومت منصرف نخواهد کرد او با تاکید بر اینکه ایران هنوز هم از آمادگی لازم برای پاسخگویی به قتل سلیمانی برخوردار است گفت چه بسا کسانی پیدا شوند که پاسخ جنایت شما را در داخل خانه شما بدهند قاعانی گفت خط مشی نیروی قدس و مقاومت با اقدامات شیطانی که از آمریکا سر میزند تغییر نخواهد کرد پاسخ تند ایران به بیانیه نشست سران شورای همکاری خلیج فارس ایران درباره بیانیه شورای همکاری خلیج فارس گفت هیچ گونه مداخله ای در برنامه هسته ای موشکی و امور مرتبط با سیاست های نظامی و دفاعی خود را نمیپذیرد سران کشورهای خلیج فارس نقش ایران در منطقه را ویرانگر دانسته بودند سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران پنجشنبه 18 دی به بیانیه نشست اخیر شورای همکاری خلیج فارس واکن نشیتون نشان داد او در پاسخ به برخی از سران شورای همکاری خلیج فارس که برنامه هسته ای ایران را تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه و جهان دانستند آنها را متهم کرد که به پروژه قدیمی ایران هراسی ادامه می دهند. او ضمن انتقاد از سیاست تسلیحاتی عربستان تصریح کرد رژیم عربستان با گروگان گرفتن شورا و اجلاس های آن و تحمیل دیدگاه های ویرانگر خود نفرت و خشونت را در منطقه ترویج می کند. او انتقاد شورای همکاری مبنی بر بیعتنایی ایران به تعهدات برجام را رد کرد و گفت جمهوری اسلامی ایران همواره به قوانین بین و به خود پایبند بوده و لذا هیچ گونه متخلی در برنامه هسته‌ای، موشکی و امور مرتبط با سیاست های نظامی و دفاعی بازدارنده خود را بر نمی‌تابد. از آنجا که در بیانیه شورای همکاری خلیج فارس به اشغال جزایر سگانه ابو موسا تومب بزرگ و تومب کوچک اعتراض شده، سخنگوی وزارت خارجه سه جزیره نامبرده را جزء لاینفک و ابدی خاک جمهوری اسلامی ایران خواند و تصریح کرد ایران هر گونه ادعایی بر این جزایر را دخالت در امور داخلی و قلم روی سرزمینی خود دانسته و آن را به شدت محکوم می کند. نشست آشتی در دشمنی با ایران چهل و یکمین نشست سران شورای همکاری خلیج فارس به میزبانی عربستان سعودی بعد از نزدیک به چهار سال تنش و قطع کامل روابط بین محور ریاض امارات، بحرین و مصر با قطر در عربستان برگزار شد. هدف اصلی این نشست بازگرداندن قطر به شورای همکاری بود که ایالات متحده به ویژه به خاطر اتحاد در برابر تهدیدهای ایران بر آن تاکید کرده بود. در آخرین نشست شورای همکاری خلیج فارس، کوشنر مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه و شمار دیگری از سیاستمداران آمریکایی حضور داشتند. کشورهای شرکت کننده در این نشست بعد از پایان آن بیانیه ای منتشر کردند که در آن از ادامه برنامه هستگی ایران نقض برجام انتقاد شده است این نشست با سخنرانی میزبان آن محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی آغاز شد او در سخنرانی خود تصریح کرد ما با چالش های مقابله با رفتارهای ویرانگر ایران در منطقه روبرو هستیم در جریان نشست شوراهای همکاری نیز محمد بن سلمان و فیصل بن وزیر خارجه سعودی چندین بار ایران را به مداخله در امور کشورهای منطقه و ایجاد درگیری و کشمکش متهم کردند. در نشست شورای همکاری خلیج فارس، ولیعهد و نخست وزیر بحرین، معاون نخست وزیر عمان و معاون رئیس دولت امارات و حاکم دوبی، امیر کویت و وزیر خارجه مصر شرکت داشتند. سناتور گراهام بزرگترین بازنده حل اختلاف قطر و عربستان سعودی رژیم ایران است. را گراهام سناتور ارشد جمهوری خواه با تبریک به پرزیدنت ترامپ برای حل اختلاف بین قطر و عربستان سعودی رژیم ایران را بزرگترین بازنده نامید رئیس کمیته غذایی سنا روز سه شنبه شانزده دی ماه در چند توییت نوشت به پرزیدنت ترامپ و تیم او به رهبری گوشنر و آوی برکوویتس برای پایان اختلاف بین قطر و عربستان و دیگر کشورها تبریک میگویم در این میان بزرگترین بازنده رژیم ایران است که دیگر سودی از اختلاف داخلی شورای همکاری خلیج فارس نخواهد داشت همزمان با حضور کوشنر مشاور ارشد پرزیدنت ترامپ در نشست شورای همکاری خلیج فارس قطر و عربستان سعودی توافقی را برای پایان دادن به اختلافاتشان امضا کردند محمد بن سلمان ولیعهد سعودی نیز در بخشی از سخنان خود در نشست شورای همکاری خلیج فارس به جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت برای مقابله با رفتار ویرانگر ایران با چالش‌های مواجهیم. امیر کویت به عنوان میانجی حل اختلاف بین عربستان سعودی و قطر از تمامی کشورهای امضا کننده این بیانیه و همچنین از پرزیدنت دونالد ترامپ تقدیر کرد به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس کوشنر برای شرکت در مراسم امضای توافق بین عربستان سعودی و قطر در شمال مدینه دعوت شده بود آقای کوشنر در دو سال اخیر چند سفر به دو کشور قطر و عربستان سعودی برای کاهش اختلافات داشت امیر قطر روز سه شنبه 16 دی ماه وارد عربستان سعودی شد و مورد استقبال بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی قرار گرفت. سفر امیر قطر به عربستان سعودی پس از آن صورت می‌گیرد که ریاض اعلام کرد به تحریم این همسایه کوچک خود پایان می دهد. به گزارش شیتت پریس تصمیم عربستان سعودی برای بازگرداندن مرزها اولین گام برای پایان دادن به بحران دیپلماتیکی است که میان شرکای دفاعی آمریکا در خواهر میانه اختلاف عمیق انداخته و اتحاد سنتی میان کشورهای عربی و روابط جوامع آنها را از هم گسسته است چهار کشور عربی به رهبری عربستان سعودی از عواسط سال 2017 روابط دیپلماتیک خود را با قطر به خاطر حمایت دوحه از گروههای تروریستی و روابط نزدیک با رژیم ایران قطع کردند کاهش تنش بین قطر و سعودی در ادامه استراتژی ایالات متحده علیه ایران در دولت پرزیدنت ترامپ است در ماهای گذشته و با تلاش ها و ابتکار دولت پرزیدنت ترامپ توافق های ابراهیم امضا شده که بر اساس آن اسرائیل روابط خود را با امارات متحده عربی بحرین سودان و مراکش عادی کرده است آذر ماه گذشته وزیر خارجه عربستان سعودی در یک کنفرانس ویدیویی به میزبان روم گفت که با تلاش‌های پیوسته کویت و حمایت قوی رئیس جمهوری آمریکا پیشرفت‌های عمده‌ای در طی چند روز در زمینه ی حل اختلافات با قطر به دست آمده است.